د وطن په مخالفت کې او یا د وطن په خلاف یو څه کوي د هغوی مقابله به کوي او دا مقابله به موږ او تاسې دوامداره کوو تر هغو به کوو تر څو چې ژوندي یو. توی که در افغانستان بودی 20 سال در مغاره کو بودی، 20 سال دوانده بودیم در پنجاب پاکستان میخوردی مینوشیدی، ای بار آمدی خداوند یک فرصت بر داده باز مین بجانت، باز مین بجانت. ما از خون ریختاندن در اینجا در دور روس ما جنگیدیم، در دور انگلیس ما جنگیدیم. اویی که میگه ما از انگلیس نجات دادم، پدرتان عبدالرحمن خان در قدرت بود که اینگه در مقابل انگلیس جنگ شد در اینجا و او رو میریم از جدی خان کوهستانی کرده بود. یادت باشه اشغالی کشور ما از بین بردیم در مقابل انگلیس، در مقابل روس. شما کسی نیستید که کشور نجات داده باشید. هر بار تاریخ، هر بره تاریخ، ما تاجیکا جنگیدیم، ما مردم سرزمین افغانستان جنگیدیم، باز می جنگیم، باز می جنگیم. دیدگاه ما دیدگاه قومی نیست، ولی سرزمین نجات میتیم. این بار که تو توفه به پاکستان دادیش، باز می بجانت. اگر قطمیر انجرت روانت نکردیم، اگر در گورستان نرفتی مردار نشدی، ما خب الله یک تا قسم می خورم که در ایران ما شهید میشیم، اگر کشتمت غازی میشیم. بیست سال در مغاره های کوه گرواندم، 20 سال تا پشاور پنجاب پاکستان دوانده بودید. امروز با بادارت پاکستانی آمدی، باز میم به سر گردایید. هر باری که شما آمدید 5 دور حکومت کردید، 5 سال حکومت کردید، او دور طالب فکر میکرد که پرنده پر نمیزد، ولی 20 سال گمت کردیم، باز میم 30 سال گمت میکرد. میزنیم این کشور را بدبخت، بدبخت نکردیم تان. اگر قطمیر یقین دار دستیتان، قطمیر تفکر فاشیستان، اگر بدبخت تان نکردیم بیا بکش. تو بزن رحم نکو بر ما. یعنی ما تو که بیدم مقابل ما بوش کم میگیم، با خدا ما در مقابل این کمار ما کن میکنم با تنی گپ ندم بخورم. ای بچه بیا ای 20 سال دوان نمید بوش که گرفتن اتون رسی باز میزنیمت والله به بلا سمت الله قسم میکنم که دیرو والله گا بانیمتان. اگر ما بدبخت تو نکردیم بگو این جای نشانی یاد باشه باز میزنیمتان. هر بار گریه کردید، ناله کردید از اش منزله اونو منزله خواهد دید. ای بار اگر سی منزله خدا نه انداختی بگویند درست گوش کو استاد پر عزیز صحبتی است، صحبتی است، صحبتی است. او برادر یک دقیقه اوسه بچا 100 سال میزدی که اومد ما را لنگی داره طالب داشتید، لنگی داشتید، بعد جرم لنگی داده شب یک تمارا کشته باز میکشیم، باز میزنیم. گپ مرا گوش کن، ما نمیترسیم هیچ بار چیز نزدیم ولا نکردیم. در دشت تاجک پر عزیز یک دقیقه گوش کنین، لطفا گوش کنین دقیقه. گپ ما پویا با یا نبود با مویی که در اماراتی که تو آمده بودی نشان میدادی و رنجر نشان میدادی و اون مزدور غلام پاکستانی با شما دیگاه باز ما گپ میزنم. یک تو منطقی تا نبیارید باز ما خد شما گپ بزنم. نه من میخوایم در مجموعی رو بگویم که امیدوار هستم یک روز امی سخنا، امی ویدیوها، امی صحبتا از داخل تیک تاک بیرون شود و ما در عمل ببینیم. این توهین نیست و طرفداری هم از کس نیست. ما 3 سال تا حال داریم میبینیم در داخل تیک تاک بیگی علا نمان، علا حمله، علا زمستان. پویا در داخل تیک تاک یک چیز ببخشی، ببخشی پویا در بیگپت واقعیت هست دیگه. این آینا رو خود نمیتونیم برای توی که بیشتر است، بیشتر است، بیشتر است، بیشتر است. من یک آدم بیننده است، تو خواهش میکنم میگم بیگی بدر بیگپت. من همینجا بیشتر گفتم ات مالی صفحه تیک تاک من مرا صدا که من بیایم. پویا ببین ببخشی عزیز دل، ما اومدم گفتم در تیک تاک در صفحات اجتماعی فقط بحث و گفتمان باید صورت بگیرد. بر ما تهدید نکنید، تختا نتید، برید از وزارت داخله خود این مطالبه پرسان کنید، از خود وزارت داخلشان چقدرتان بگو حرام شد. هر روز کرید بسته کردگی طرف هلمند ما روان میکنیم، در هر جای میزنیم تان. بیبی ما 20 دانه ویدیو برات نشان میدم پویا. اگر قضیه ای است که ما در رخ مردم بکشیم، ایجا ما در تیک تاک نامدیم که بگویم که ما چند تا طالب مردار کردیم، ما چند تا طالب مردار میشد. ایجا اومدیم گفتمان کنم همین تیک تاک ما یک دفعه برای سر بزنه یک دفعه مردار شدن مردار نه 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 بیشتر برای مردار طالب مردار میکنیم. طالب ایر اسلام گفته طالب جنایتکار است، طالب از آیت قرآن برد میکنم که مردار میشد. ما توهین میکنم ایرت آیت قرآن شما را توهین کردد، آیت قرآن شما را مردار گفتد. ما در مقابلتون غازی استیم تاجکفر گوش که یک دفعه در این جمعک آمدیم پویا به گفتمان آمدیم، نامدیم به زورگویی. او بچه زور نزنید در تیک تاک، زور نزنید در تیک تاک، در تیک تاک از زور زده نمیتونه. ایجا نمیشه چیزی سایکو ما چی میگمد.
آیا فکر میکنی که من از کس معاش میگیرم؟ من هیچ فکر نمیکنم، من فقط در مقابل از اینا آمدیم. ما با خودت بحث نداره. نه اوربان، آیا فکر میکنی که من از کدام کس معاش میگیرم، مدیون کسی هستم، یعنی که فکر میکنی یک آدم سر به خود هستم هرچی که خوش آمدم و کار میکنم؟ پویا همی پیشتر من اگف هم میزنم یک چیز باشه پویا، خب این جامعه افغانستان جامعه زورگویی است، این امارت تا قیامت ماند، اگر مقاومت تا قیامت نماند، این خود دیدی گفت، گفت تو برو بزن دیگه، باز من هم از تو حمایت میکنم، اگر این آمد مقاومت تا قیامت نماند تو فرتو داریمت پویا، اگر ایره ما دنبال خدا آوردم سرش نزم، اگر ماندم به خدا والا به بلا پیشتر خودش گفت از افغانستان نباشم از کفرستان باشم، به قرآن به بیعت قرآن شما بزنه بگیری هیچ وقت طرفداری نمیکنم، نمیکنم مقاومت چی کلی باید ما یک سال که اون ترجمه میتین مقاومت دار مقاومت مردم حال اومدی داری کلا پنشیر دم پیش میبری میگی دیگه نه برو مقاومت مقاومت سر صفه تنام تنام ماندم تو تف کو بود دادو بیان اخر صحبت اجازه بدین شعار به سا دادیم امیر در عمل ثابت کنیم. یک دوم اما فلم هایی که گفتیم ما فلان کردیم فلان کردیم امیر در تلگرام یا واتساپ روان کو اینه من نشر میکنم با افتخار میگم اینه جبهه آزادی زده پویا امی پیشتر امی آدم گفت گفت اگر شما زدید ما کمکتان میکنیم برید طالب بزنید باز ما میم شما حمایت میکنیم اگر امارتی اینجا شاهد باشد یعنی میگپ ما ثبت شود اگر من نامت مقاومت تا قیامت نماندم توف بر تو داری و بگو تو تاجیک فر نیستی 20 سال مقاومت تا قیامت نماندم خدا ای میگه تا گرد دا میدان دا پولی دا پتای برو برو خب برو مردم آمدی مردم را 20 سال نسرک دقندار 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 بچه دقندار مدر انجار دقندار در انجار امارت سکوت تاجیک فر سکوت امارت سکوت تاجیک فر سکوت در دیگه سکوت گوش کنین فقط ما خو اینجا نمیخوایم بسار واضح طرف واقع شوم ولی میره میگم که تاجکفر عزیز اگر هیچ کس نفهمه تو مرا خوب صحیح مشناسی ما تو را خوب صحیح مشناسم جبهه مرا خوب صحیح مشناسه ما جبهه را خوب صحیح مشناسم بیاین که زیگه بگذاریم ایناله بریم به دو نفر دوستای دیگه ما نوبت بتیم باز ما و شما من رفتم قد از اینا یک تا با سواد شد دیگه روز پویا بیار من رفتم من فقط آقای تاجک فر خیر شما باشه نه من رفتم شما باشه شما میگه گپ پایتا بیای بفرمایید شما سلام نه اگر آقای تاجک فر هم باشه خویا میرن دیگه خب ما نمیتونیم سلام آقای خویا بزرگوار سلام خدمت خودت آقای سکندری امارت تا قیامت جناب جکسای صاحب و دوستایی که در پایین شنونده و در بخش کامنت هستند بزرگوار در قدم اول امید دواره مثلا ما میکنیم همیشه و همیشه میگیم خداوند سایه امارت اسلامی افغانستان اثر مردم افغانستان ملت افغانستان کم نسازه دوستا در پایین شنوشته کنیم الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین بزرگوار کسی که نام امارت اسلامی افغانستان میگیره باید بگه حفظ الله امارت اسلامی افغانستان جناب بزرگوار صاحب امی یک مسئله دیگر دوستا در امیج در لایف ما در پایین شنونده بودم به می خاطر من بالا آمدم گفتم بگذار مزایم شما شم امی صحبت من متوجه هیچ کسی نیست که خدای ناخواسته مایک خود باز بکنه اینمی چند تا لچک بی پدر بی مادر آق پدر مادر آمده میگه ما تاجک تاجک میزنیم تاجک 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 او به پدرت نالت حالا خبی ما تاجک هستم سه چهار تا لچک لندغر آق پدر مادر در ایجه که آمده از تاجک نماینده نمایندگی نمیکنه او بزرگوار او اقوام مختلف عزیز سرزمین افغانستان اگر از پیشان پرسان بکنی بگیم تاجک چی مانا هویتت معرفی بکو نمیفهمه فقط میگه که ما تاجک 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 او لچک لندغر تو نه از کلتور تاجک میفهمی نه از فرهنگ تاجک میفهمی نه از عنانات تاجک میفهمی همین میایی مثل یک نفر بزرگوار بچه فیلم افغانستان واره جناب سلیم شاهین واره میایی تام پف میکنی پف میکنی پف میکنی میزنیم چپه میکنیم دیگ در کاسه میزنیم کاسه را در دیگ میزنیم یگان دفعه ما می گوشت گاو که می خریدیم در افغانستان هر چوری بخار می دادیم فشست می کرد پف می کرد گوشت در نمی شد تا می دینیم لایف ها یا بالا می شیم می زنیم پف کده می ریم مثل اون دیگای بخار واره پف می کنی پف می کنی درون تیت نر نمی شه چی خوردی که عزم کده نمی تونی در درون تو چی هست گوشت گاو هست یا گوشت گسال هست چی هست که به حساب این نر نمی شی می از این رای دان پف کده می ری. یک موضوع
او بزرگوار، با گفته جناب پویا صاحب نیک کال آمدیم در لایو ازی همچون صحبت های بکنیم. ما برادر نه مربوط، نه کدام عسکر امارت هستیم، نه کدام سربازش هستیم، هیچ چیزش نیستیم. ما یک طرفدار امارت اسلامی افغانستان حفظ الله هستیم. کشور ما را آباد ساخته، آرامی هست، امنیت وجود داره. ما در لایف های قبلی خود هم گفتم که اینمی کسایی که ما چند طبقه مردم داریم که از امارت اسلامی افغانستان خوشش نمی آید. یکی با عرض پوزش میکنه که رک پوزکنده صحبت میکنه. یکی اینمی نسل زنگ جامن، چون حال در افغانستان با عرض پوزش زنگ جامن بند شد. یکی نسل اینمی چکچور دی افغانان و چکچور اینمی روز اجری سنبله. ما و شما بیاییم همی حقیقت ها رو باید صحبت بکنیم. روز اجری سنبله موبایل دوزی و چکچوری و لندغوری، دوکان دوزیکو، تلفن دوزیکو، نمبر پلیت موتر دوزیکو، اینمی ها گم شد در افغانستان. اینمی طبقه هم خوش ندارن. یک طبقه دیگه از با عرض پوزش نامش نمیگیرم، امی شمشمکی مرک خوانده. و یا در افغانستان میرفتن و یکای خود واز میمونن، باز یک چپ چرخ میزدن، اوجه بچه هم به حساب مجردها کلشان همی لچک لندغرا. نسل زنگ جامن باز وا مست میشدن. اینمی توقع هم خوش نداره امارت اسلامی افغانستان. ما در افغانستان در هر سال به نام عبده سنبله، عجده سنبله، چقدر همی کابل شما بگن نمیکشیدین؟ حالا بیاین چی میگن؟ ما تاجک هستیم، تاجک هستیم، تاجک هستیم. او با مو پدر همچون فرهنگ تاجک نالد که بیا یک بچه زیر سن زنگ جامن بسته کنه. ما خو خجالت میکشم، ما خو شرم میایه. میایی باز با افتخار میگی که ما تاجک هستیم، باز دو طرف بچه را میرخسانی، باز دو بالا سر خانه تان عکس بزرگوار مسعود بند کدی. خب ما توهین هم نمیکنیم، همه که میگم بخاطر چون تو دوستش داری میگم بزرگوار. در کجای فرهنگت هسته؟ بیا یک بچه زیر سن زنگ جامن بسته کن برخسان چند تا بی پدر بی مادر دیگه هم در دنبوریز فیروز و قندوزی او میگه من شم دندان هم درد میکنه، زنگ ده در پای زنگ ده، نمی چیزا ویا ای با مو پدرت نالد که میایی باس میگی من تاجک هستیم، زدیم چپا میکنیم دیگه در کاسه، کاسه را در دیگ قصه آشپزخانه ننه و مادرت میکنی، دیگه دیگه بخار رو پف کده میری، پف کده میری، با مو پدرت نالد. بعض جایی که میایی در کجای فرهنگ تاجک است، او بزرگوارا یا نه از قوم ما هستن، نه از فرهنگ ما هستن، نه از زبان ما هستن، نه از امتبار ما هستن اینا. والا بلا ما شرم میایی که یارا بگویم یا از قوم تاجک هستن اینا. ما یک طبقه مردم داشتیم در افغانستان بنام جوگی میگفتن، یا از قوم جوگیست. مردایشان در خانه میشین، زدانشان میامد در پارک شارنه فال میدیدن، 50 افغانی میدیدی دست مشتام میکرد فال میدیدن. آل یا مینموتر هستن ننه و خوار خود در صفات تیک تاک کشیدن، یه خانه با عرض پوزش که اگر خانمام هست در پایین لایف قات سینه خود با عرض پوزش واز مانده بخاطر گفت و فالوور این آن. ما شما خو میبینیم در میجه بیادرهایشان مردایشان روی خود پت میکنه، خجالت میکشه که بیاید در کامری خود روشن کنم، خوارایشان هستی که قات سینه ویایش واز مانده بخاطر گفت فالوور این آن گفت زده میرن. اونمون نسل جوکی هستن اینا. در کجای فرهنگ من تاجک هست که بیایم بگویم خدا بچه را بیاره بالا این در پس دختر، یا داریه را بگیریم بخوانم بگویم که شنگری یا شنگری شنگری بچه را بیار بچه را بیار. در کجای فرهنگ تصابم او پدر دون لاند چند تا لچک لندغه را بی پدر بی مادر آق بادرنگ فروش و شلغم فروش و توتروش این آن آمده میگه ما تاجک هستیم میزنیم. من نمیفهم مربوط به کجا میشه که میگه مچم چه رقمی بچه را دست کردیم خوب کردیم، مچم فلانی بچه را کل کردیم خوب کردیم. بزرگوار جناب بزرگوار، من رو که پوزکنده صحبت میکنم، در این عرصه ما مردم تاجک دیگه اقوام به من ربط نداره، چون من خودم یک بچه تاجک تبار هستم، از هویت خود صحبت میکنم، از هویت شخصی خود. ما در اینمی قسمت یک خانه دو نفر در افغانستان ماکم میگیره و همیشه ماکم گرفتیم، یکی خداوند مغفرت بکنه امان الله خانه، یکی نیمی زایشاره. امان الله خانه به این خاطر ما کم میگیریم که پدرها و مادرهای از یاره از کولاب تاجکستان در سرزمین من بچه تاجک اصیل سرزمین افغانستان آورد، گفت یاره بیارین به خاطر چی؟ به خاطر سقوی، به خاطر کار، به خاطر کارهای شاقه. وزیر وزرایش پرسان کرد گفت یا با کدام زبان صحبت میکنه؟ گفت همشبیه زبان تاجک ما هستن.
گفتن بتین برای زنیم یا تذکره و این آن بتین. آلی بی پدر و بی مادر و بی آق و بی پدر و بی کتاب و بی نسل و بی دین بی فرهنگ میاین باست میگن ما افغان نیستیم، ما تاجیک هستیم، ما ایستیم، ما آن هستیم. ای با مو پدرت لعنت که تو از هویتت میگذری. سپاس. یک جمله کوتاه میگم بزرگوار. او نسل بی همه چیز، اگر اینمی افغان نمی بود والا بلا اینا بی هویت میماندن. اینا لخی ها همه قدر مردش ها نیستن که بگوی بزرگوار همی تذکری تا بکش با کدام زبان نوشته است. اگر تذکری از یا با زبان پشتو نوشته نبود، هر ناغگی که به حساب شما مرم میکنین من در خدمت هستم. ای سه چار تا آق بی پدر بی مادر که آمده میگن که ما از نسل تاجیک هستیم، ای با مو پدرت لعنت که تو از نسل تاجیک هم نیستی، باز خودت میگی که ما از نسل تاجیک هستیم. پویای بزرگوار، اونموش یک بزرگوار هم یک فیلم معرفی کرد یا این آن، یک چیز من میگم هر کسی که در مقابل حکومت ما بغاوت بکنه مانند اونمو فیلم را که گذاشته بودی به اعمالش میرسه. به می شکلی که وزیر دفاع ملی افغانستان ما گفته به اینمی شکل، اینمی شکل با عرض پوزید او ده اسلام او وطن هر حق دشمن، هر حق دشمن چیا و اسلام تا تاوان رسوی او ضربه ورکوی او یا مرزوشتاسی ده وطن پا مخالفت کی او یا ده وطن پا خلاف یو چه کوی ده هغوی مقابله بکوی او دا مقابله با مر او تاسی دوامداره کوو تر هغو بی کوو تر چو چی جوندیو هیس کلا با ستریکی جونه باش که امی هیس کلا با مایوسکی جونه هیس کلا با پتکلیفکی جونه نه باید لوغ را بانی وغمیجی نه باید تند را بانی وغمیجی نه باید ستریا را بانی وغمیجی او نه باید بی خوبی او بدخوابی را بانی وغمیجی نه باید زخم او شهادت تکلیف را. هر کسی که در مقابل وطن ما، در مقابل خاک ما، در مقابل مردم سرزمین ما بغاوت بکنه، سرنوشتش به سرنوشت اکمل امیری است. خلاص و من الله التوفیق. دوستا شما صحبت بکنین، وقتان گرفتم ببخشید. خواهش میکنم. آرش گرامی جهان سپاس و تشکر که منتظر ماندی. برادر سلام خدمت خودت، برادرم و اسکندر جان و دوستم و اماراتان قیامت لالای وی آی برادر قن 20 تاور مکمل پوره شد، تارگت دادم 300 اسکور است، باز برنامه بعدی 300 اسکور بانان چیز کنن دیگه. من گفتم این ندارم خلاص شد برادر. من نمیفهم در مورد چی گپ زدی من تو بر صورتش FBI فاوید هر بالا یار اول شش روز دادم رفت. بله دوستان عزیز، تمام هدف ما ایست که با حرف زدن اختلاف را حل کنیم. باور دارم که تا حرف نزنیم، حرف اگر در دل خود نگاه کنی تبدیل به عقده میشه، عقده تبدیل به کینه میشه، کینه به خشم و عصبانیت تبدیل میشه و خشم و عصبانیت راه را برای جنگ و اختلاف و کل از جنگ دادن را باز میکنه. تمام هدف ممی است. من طرفدار امارت اسلامی هستم، نه سرباز امارت اسلامی. من اختیار خود را دارم، هیچ کس جز خودم اختیار صفحه مرا نداره. هرچی که دوست دارم به مشکل پیش میرم، ولی انتقادات دوستار از بزرگار همیشه پذیرفتیم و انتقادات شما نیاز دارم. ولی بر صورتش تشکر از همیتان. به امید افغانستان سرسبز و آباد. تمام آرزوی ما نیست که اختلاف را از بین ببریم. شما میفهمین که من از تیک تاک کدام پروپاگاندا های چیز آیت ندارم دیگر. هیچ هدف جز ای که احبام نزدیک بسازم، هموطنان ما نزدیک بسازم، کل اگه دوست داره که یک افغانستان سرسبز و آباد و آرام داشته باشه. تمامی تلاش هم همی هست دیگه، هیچ تلاش هیچ باور ندارم. اون ایده دوستانی که میگه ایره حذف کن، ایره نبیار، ایره نبیار، من میگم آقا جان این زمان عصر عجر نیست، این زمان است که هر کس صاحب یک صفحه است.
ما که نمانم اونجا میایه در یک صفحه دیگه به شیوه خود بسیار زیاد با کلمات و بدر چرا بسیار بد معرفی میکنم. حداقل من قدر میتونم کنترل بکنم که به زبان خوب به الفاظ خوب حرف خود را کنترل بکنم و صحبت خود را بکنم. بنابراین این گفتگوهای ادامه خواهد داشت، شاید حداقل هفته یک دو بار مناظره ها، ولی بعد از این کوشش میکنیم که موضوع از قبل انتخاب بکنیم و کسانی که در مناظره اشتراک میکنن را هم انتخاب بکنیم. فکر میکنم که اسکندری صاحب صحبت دارم صحبت به اجازه امارات تا قیامت اگر نوبت از بود از بود پوزش میخوایم اگر نه صحبت خود کرده نگه ما قطع میکنم ما فقط آخرین صحبت های خود دارم. امی بیشتر امی بی آی عزیز برادر عزیز بسیار صحبت های خوب داشت، صحبت های همه جانبه داشت، اما یک آدم درست، آدم رک پاسکنده بود، گپاش پاک پاک زد. ما طرفدار توهین تحقیرش نیستم، اما طرفدار گپای خوبش بسیار زیاد هستم. به خاطر از این میگم اگر من نظامی میایم از طرف نظامی های گپ میزنم با آدرس امارت اسلامی، وجه نظامی های ما زیر شکنجه و آزار اذیت میشه، چون میگه یه هم فکری از او هست، اینا اید وقت آدم شدنی نیستن، گرچه اید وقت اصلاح نمیشون، نه افره قبول دارن، نه بیادر درای سل قدما میشینن، خلاصه به هیچ راه امرای ما ماده نیست، ما رو دشمن خطاب میکنن. با اون مناسبت دوستا و همسنگرهای ما شکنجه میشون. ما به خاطر از او با مخالف از یکی هستن که با آدرس امارت اسلامی رقیق تر صحبت شوه، گپ خوب نیست. وقتی امید تو وقتی یک برادر پشتون میاد در آدرس امارت اسلامی صحبت های بد زشت میکنه، هم برادر و هم سنگر خودش دوج تحت شکنجه و در حقارت قرار میگیره. وقتی یک برادر تاجیک میاد، یک برادر هزاره و ازبک میاد، برادر بیا اینجا مفکوری خوده شخصی صحبت بکو، بگو که این نقد بکو نظریات خوده بده، بگو اینمی دولتی که اومده اینمیجا دینیجا نقصش است، اینی کار میکنه. مثلا من قوم تاجک هستم، مرا در قدرت سهم نمیده. بیای یک طالب بیای از نمایندگی طالب، چون صفحه خودت بی‌طرف هستی، تو درست از حق طرفداری میکنی، اما تو طرفدار طالب نیست، طرفدار طالب هستی اما عسکر طالب نیستی. این را همگی میفهمم. در صفحه تو یک طالب بیای در مقابل از استاد شوه، او را مام جواب دادن میتونم، چون یک طالب میتونه جواب بده. برش بگوی بیادر عقل تو در کجا خورده شده؟ اگر تو میگی تاجک در حکومت نیست، فلانی تاجک در حکومت است. اگر تو میگی ازبک در حکومت نیست، فلانی ازبک در حکومت است. پس دزدایتان در حکومت نیست. این را همه که ما شما میفهمیم، امی خائنه که وقتی که ما خائن نگفتیم، دزد دزد نگفتیم، وقتی دزد و خائن خود قهرمان ساختیم، از هر قوم نژادی که باشیم ما شما به نتیجه نمیرسیم، چون ما اونم دزد اونم خائن هستیم دیگه. وقتی که ما میام از حق صحبت میکنیم در یک صفه، هیچ کس متهم نکنیم، مستقیم به کسی نتازیم. ما از این برادرایی که به نام تاجک میاین، اصلا تاجک نیستن. شما میفهمین که در منطقه نجراب، در منطقه دیگه او طرف مردم تاجک حضور نداره، اونجا مردم های پشهی هستن، قوم محترم تاجک نیست، یک تعداد قوم پشتون است، تگا و نجراو پولی در پولیستان، مردم پشهی در زندگی و مردم پشتون زندگی میکنن. وقتی که میان از نام تاجک استفاده میکنین در صفحه میاین، برادر عزیز محترم، شما با تاجکایی که در افغانستان است جنجال در سر درست نکنین. شما از اکانت شما خو اول خود مشکلی جد تو خود دست ترس تصویر باز نمیکنی. میفهمیم که مرا میشناسن، ما از کجا هستم، برای خود ما ضرر میرسونن، تصویر باز نمیکنی، میترسی. اینمی که وقتی که میترسی تصویر باز نمیکنی دیگه، بیادر تو هیچ بهله از صحبت نکو، همیجا هیچ جرات نکو بیاد از صفحه در مقابل صحبت بکنی، چون برادرای تاجک که دیگه ما در وجود از زندان میفته، وجود اذیت و آزار میشوه. در افغانستان ایتو نیست که 10 تا تاجک زندگی بکنه، 20 تا عادی اکثر قومی که در اوج زندگی میکنه قوم محترم تاجک است. همین پشتونای ما به زبان تاجیکی و دری صحبت میکنن، همین که همه که شما دیس شاهد هستیم. حتی این می خود همین چیزا که هست، همین عطاولا که معنی به نام تاجک پشتو صحبت میکنه، منطقه پشتون نشین پشتو صحبت میکنه، کس پشتونا که در منطقه تاجک نشین زندگی میکنن تاجک دری صحبت میکنن. خب برادر بیا، ما هدف می هست که هر برادری که میاد در این صفحه، اما نقد و نظر خود بالای هر کسی که داره، نقد نظر طوری باشه که توهین‌آمیز تحقیرآمیز نباشه با هیچ دولتی، با هیچ حکومتی، چون دوستای دیگه شون اونجا ضرر نبینن. دیگه تشکر میکنم پویا صاحب، دیگه یک جان سپاس از لایفت بیشتر ما پایین نفتیم، کدام مشکلی نشد، کدام مدیراتور اشتباه کرده باشه، ما کدام هدفی نداشتم، چون هدف ما ایجا بود که
امی هر کسی 3 دقیقه 2 دقیقه صحبت خود بکنه بشنوه، کسی شنونده خوب نباشه پس گوینده خوبم شده نمیتونه. تشکر میکنم از تمام دوستایی که تا این دم همراهی ما بود. پیش از اینکه مناظره برگزار کنم من به شما پیام میگذارم، مشخص میکنم که موضوع اینی است، طرف شما اینی است، بنابراین نمو تایمی که ممکن شما کار داشته باشین برای مشخص بکنین. انشالله که ایره هفته یک دو شب ادامه میتیم و باز تکرار میکنم که جنگ امروزه جنگ نمی است که ما اگر که بگیریم ایران نایده بگیریم باز روز برای کلان شده میره و جنگ جور میشه. اما گویا صاحب عزیز شما یک کار میتونین، این صفحه شماست، آل فضل خدا بنینده تانم زیاد است، شما یک کار میتونین همین دوستایی که در صفحه میان بگوین که اگر طرف مقابل همین مقاومت هم اگر درباره شما صحبت میکنین به الفاظ رقیق صحبت نکنین، تعوینامه صحبت نکنین، اگر به طرف طالب هم صحبت میکنین شما بیان ما رای حل پیدا بکنیم که ما چطور میتونیم یک دولتی بدون جنگ داشته باشه که دوج جوانان ما کشته نشود. فعلا انمی امارات اسلامی در افغانستان است، امنیت تامین کرده، ایره من نمیگم امنیت تامین کرده چون من نتونستم امنیت تامین بکنم، اینا امنیت تامین که پیشتر هم دوستی که آمد گفت ما اوج انفجار میکنیم انتحار میکنیم میکشیم. پس به مردم یک سوال پیدا میشه، فرق بین تو طالب چی شد؟ دین روز که ما امنیت تامین میکردیم طالب انفجار میکرد، امروز طالب امنیت تامین میکنه تو انفجار میکنی. پس اردوی تو به درد مردم افغانستان نمیخوره اگر در حاصل باشه مردم اگر این تصمیم بگیره. پس بیاین آل یک حکومت ایجاد شده، یک بسیار یک راه خوشبختی به مردم افغانستان است چون جوانانشون کشته نمیشوند، همگی در امنیت هستند، بیاین یک راه را پیدا کنیم از راه گفتگو. اگر صدای ما را مو بلند رتبه بشنوه اونا هم به می راه هستند که یک راه حل پیدا شوه که همین جنگ خاتمه پیدا کنه، تمام اقوام ساکن در افغانستان در کنار همدیگر بیان خانه خود بسازند به خاطر آبادی آزادی دیگر انکشاف، بیان کار بکنیم. ما هدف هم اینمی از اگر خودت هم امی برنامه را پیش میبری چون خودت میگی که من عسکر طالب نیستم، وقتی که عسکر طالب نیستی طرفدار طالب هستی، امروز طرفدار طالب از 90% بیشتر افغان هاست به خاطر چی هستن که امنیت هست، جنگ هست کسی کشته نمیشه، ما طرفدار کشتن و قتل و مردم کشی نیستیم، ما طرفدار جنگ نیستیم، ما طرفدار قدرت هم نیستیم، ما قدرت هم نمیخوایم دیگه در افغانستان، ما منعیز یک رعایت میرم زندگی میکنیم اما امنیت ما تامین باشه. بیاین نظریات خود بتن، دوستایی که مخالف هم هستن بیاین نظریات خود بتن به تفاهم برسن بدون از اینکه دشنام و تحقیر و به خانواده و خوار مادر ما تو شوه و بیادر این مادر که دیگر که فاش میتین شما او روز یادتان نمیه که 1 ساله و 6 ماه و 5 ماه بدین مادرتان شما را میشست تمیز میکرد پاک میکرد، او چی گناه کرده که تو میخیزی مثلا یا اماراتی باشی یا مقاومتی باشی هزار گروهی که باشی به هر زبان قومی که باشی بخیزین مادره که دیگر فوش بدین، همین فوش دادن دشنام دادن او سکنین، بیاین در این صفحه نظریات خود بتین نظر هم دیگر بشنوین و بیاین برای راه حل پیدا بکنیم. من هدفم اینمی است اگر مرم در برنامه دعوت کرده میشه وقت من منعیس یک میانجگر بین هر دویشان چون من مخالف طالب هیچ وقت نیستم، هیچ وقت نیستم بعد از این به خاطر از اینکه حکومت در دستشان است، من مقاومت از راه جنگ قبول ندارم، از راه گفتگو قبول دارم، بیای امروز گفتگو بکنه راه حل افغانستان پیدا شود دیگه جوانان ما کشته نشوه دیگه چوب سوخت انقلاب نشوند. تشکر میکنم که مرا وقت دادین، تشکر از امارات عزیز تعالی گوش کرد و دوستایی که در زیر لایف کامنت دادین، نظرات شخصی خودتان است، من یک نظر شخصی خودم است، هر شخص حق داره نظر بده رای بده دیگه، هیچ کس نظر کسی نظر خود بالای کسی دیگه قبولانده نمیتونم، ما نظر خود بالای شما قبولانده نمیتونم، اگر خوب بود استفاده کنین، اگر بد بود دست له آشغالدانی پردین. تشکر از توجهتان. بسیار زیاد تشکر دوستان، ارجمندان، گرامیان، فرهیختگان که تا این لحظات با ما بودین، برنامه را به حوصله‌مندی تمام گوش کردین، از نظریات مثبت، منفی، از تمام چیز تشکر، از لایک شما تشکر، از قلبک های شما تشکر، از گفت های شما تشکر، حتی از فحاشی های شما تشکر، خلاصه از تمامی چیزی که در حمایت از ما از این گفتمان و به خاطر رسیدن صدا بر افراد بیشتر و اینکه باز شدن یک دریچه صلح و هماغوشی کمک کردیم جهان سپاس. خداوند شما را خیر بده. این بود برنامه که تقدیم شما شد تا فردا شب که در خدمت شما قرار میگیریم با یک موضوع تازه، با یک موضوع برنامه جدید. همه شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم، انشاءالله که فردای عالی و خوب و خوش
مملو از دستاورد و پیشرفت داشته باشین. خدا نگهدار.